بریم تا کسی ما رو نشناخته. چی شده ماما؟ رابیه ترانه ماما نیزه رو آروم تشری اینجوری میکنی آخی مگه ما قرار نذاشته بودیم با هم. آقا در بست لطفا بفرمایید. آقا شو سریع تاهر خانم، ساعت چنده؟ یه رو به 11 است خانم جان. خب چرا نیومدن؟ نگران نباش خانم جان، حتما پروازشون تاخیر داشته. خانم جانم، خانم جان جانم، یه دقیقه بیا. بله خانم جان. رنگ و روم خوبه طاهره؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله، اینه هو دسته گل. نهار چی؟ نهار حاضره؟ خیالتون راحت، همه چی آماده است. دست درد نکنه، فقط اون کلید انبارم به این بده. کلید انبار برای چی میخواین؟ میخوام معلوم باشه. شما هر چیزی میخواد به من بگید، من براتون میارم. قربونت برم، من چیزی نمیخوام، فقط میخوام کلید پلون باشه. اومدن خانم جان، اومدن. Thank you.
خوش اومدی. صفا آوردی. اون کرمه. نمیدونم. خدا خانم جان لحظه شماری میکرد. بفهم. ترانه عزیزم، وای مامان بزرگ، الهی قربونت برم. خوبی؟ ای جونم، ماشالله 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 بهتون. همیشه خوش سلیقه بودی. شما چه عطر خوشبوی زدی، میتونم بپرسم اسمش چیه؟ خوبی؟ خوبه. چه انگشتر خوشگل دیگه باید بزنم. مامان سلام. سلام. خدا رو شکر شما سالمی. این طایر خانم ما رو زابرا کرده بود، بکردم خدای نکرده واسه شما اتفاقی افتاده. انتظار داشتی بیای جنازه ما ببینی؟ خدا نکنه. چرکی راستی طایر خانم تشبیه این قابل شما رو نداره. چرا زحمت کشیدید پوران خانم، شرمندم کردید. خواهش میکنم. داروهای خانم گذاشتم تو کمد. هر دو روزه یه بار یه سرم براش وز کنه. برنامه غذاییشون هم رو میز گذاشتم. بله بله، خوش اومدید. خانم جان دردت به قربونم. عزیزم کاری چیزی نداری؟ نه قربونت. با اجازه. خوش اومدید. خدا حافظ. خدا حافظ. ولی مامان بزرگ خودمونی ما. از اون دفعه که اون فیلم ویدئویی رو برام فرستادی خیلی خوشگل‌تر شدی. دم شیطون‌تر شدی. بله. ترانه انقدر ما موضوعی رو ازت نکن. پشت با لباسات عوض کن. پشت ببینم. نهار حاضره. شما هم میتونی نهارتون رو بکشیم با. یه ساعت دیگه مامان. ترانه. پاشو برو دیگه. میگم این پرده ها رنگ و روش خیلی رفته. عوضشون بکنیم بهتر نیست؟ دیوارا هم رنگ میخواد. نه؟ خودم به فکر کاغذ دیواری کردنشون بودم. پاشو برو. باید ببینی مامان بزرگ چی دوست داره. مامان بزرگ چی دوست داری؟ این اتاق دوران بچگیت میشه. ای راستی اتاقم کدوم بود؟ سر جاشه. مامان بزرگ برسی. مامان چی کار داری میکنی؟ والا کلیدشو یه چند وقتی گم کردم، بعد قفلساز بگیم بیاد در باز کنه. میشه با یه سوزنی سنجاق چیزی بازش کرده؟ ترانه شوخی کردم. بعد نیست بگیه دوش بگیه. برو. نهار ماکارونی مهمون ترانه خانومیم. آی نه ترانه. 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 من اینجا. باز چی از من دور میشی؟ مگه جایی نرفتم همینجا مامان؟ مگه به من قول ندادی وقتی اومدیم تهران هیچ کسی نفهمه اینجای مامان بزرگو ببینیم بریم؟ یادت رفت؟ نه یادم نرفته. ولی مامان مگه من بچه‌ام؟
بعدم تو چته؟ چرا هول و هراس داری؟ واسه من هنوز بچه ای. تو اینجا رو نمیشنستی، تو شکمش پر از روتیل و عقربه. بیا بریم. آره نداشتیم، بریم از این بر بریم. مامان جان از این بر میریم، دوباره بر میگردیم این مسئله. تو امروز من روانی کردی. ای چرا؟ ببخشید خان. ببخشید خانم، بریم ترانه جان، بریم. پوران، پوران خودتی؟ توی؟ آه خوبی، چه روز خوبی امروز. خوبی هستم عزیزم، چطوری؟ خوبی خانم ایدری؟ تو کی اومدی؟ ببخشید نشناختم شما رو. مامان جان ترانه جان هستم. بیا ترانه دخترم، خانم هیدری همسایه اونم. سلام خانم، خوشبختم از زیارتتون. وای ماشاءالله، هزار ماشاءالله، برای خودش خانومی شده. حالتون چطوره؟ ممنون، قربون شما. خوب، تو هم که همچین بعد از 15 سال هیچ فرقی نکردی. یا شما لطف داری، ممنون. راستی حال مامان چطوره؟ مامان که الحمدلله بد نیست. توی مدتم شما افتادین تو زحمت. نه کاری نکردیم، اونم مثل مادر خودمون میمونه. قربونتون برم، شما لطف داریم، ممنون. راستی چند روزی که اومدین شما؟ ما یه سه روزی هست که اومدیم. سه روزه اومدین و ما خبر نداریم؟ اصلا فرصت نشد خانم این داریم، میومدم سمتتون. آخ آره. اگه سیاوش و سمیرا بفهمن که اومدین. خیلی دوست دارم ببینمشون. به وقتش عزیزم، فردا ما یه دوره همی داریم، خیلی خوشحال میشم شما هم بیاین اونجا دوره هم باشیم، خوش میگذره. فکر نکنم برسیم چون ما خیلی کار داریم، باید بریم. میبینی ترانه جون، شما بهش بگو اگر نیان تهرون با آتیش میکشم. آ باشه سعی میکنم. پس میبینمتون. پس فعلا خداحافظتون. بریم ترانه. بله خیلی خوشم از شما درد نکنم. ممنون. خوبی خانم داری؟ متشکرم، دستون درد نکنم. خیلی عجبه مونی خانم، یه سری به ما زده. بچه برای شما بذارم. مرسی. داداش سیاوش بریم اون طرف، ترانه جون تنهاست. باشه بریم. فقط سنی را من بعد از این همه سال ایشونو میبینم اصلا نمیدونم باید چی بگم. داداش اینقدر خوشگل شده، بزرگ شده، بیا ببینش. من بعد جوری استرس دارم. نه استرس نداشته باش، تو ببینش. اینم داداش سیاوشم. سلام. سلام، خوش وقتم. یادت داداش اون موقع چقدر سر به سرم میذاشتیم؟ والا چی بگم، ماشالله ایشون انقدر تغییر کردن که اصلا نمیشه شناختشون. به هر حال خوشحالم از دیدنتون. به همچنین، خواهش میکنم بفرمایید. ممنون. بفرم. خب اگه منم تو سوئد بزرگ میشدم توی که داداشمی نمیشناختم. حتما آب و هواش به ایشون ساخته. ولی من از همون نگاه اول شناختمش. اگه گفتی چطور؟ چطور؟ از دماغش، چشاش و البته لبخندش. واسه شناخت یه نفر چشما خیلی مهمن. البته آبجی خانم این شناخت منظور اون شناخت نیستا، چشما برای شناخت یه چیز دیگه است. حالا تو هی مچ بگیر، من سند دارم. اینهاش بیار، اینهاش. چیه؟ فکر کردی از همون روز اول انقدر خوشگل بودی؟ میشه بدید منم ببینم؟
حالا چشماش ای شاید دماغ سوخته میخریم. این جشن تولد منه؟ وا ترانه جون کیکو نمیبینی؟ اسم من روش نوشته. چرا من هیچی یادم نمیام؟ فیلم هندی که شما زیاد نمیبینی. چی؟ ببخشید من شوخی کردم، معذرت میخوام. اجازه میدید یه چند قدم با هم بزنیم؟ من فکر میکنم اونقدر تو گذشته شما بودم که بتونم یه چیزایی به خاطرتون بیارم. خواهش میکنم، بعدم نمیام. پس بفرمایید. فعلا سمیرا جون. بعد اون همه سال سلام علیک بی خبر و بدون خداحافظی گذاشتی رفت. آخه این رسمشه. آخه یه هایی پیش اومد میدونین؟ من خودم هم نمیدونستم. وا مردم چقدر زرنگن، چه زود همه چیزو فراموش میکنن. خاله منیر گذشته ها گذشت، خواهش میکنم. چی بگم آخه اون مسافرت اینقدر مهم بود که تو به خاطرش پشت پا به همه چی زدی؟ ببینین خاله منیر من آره تو این یه غیر از خودت هیچ کسو ندیدی. دیدی؟ من میرم به ترانه یه سر بزنم. مهمونی خوش گذشت. سلام خاله مانی، ممنون، کمک نمیخواد؟ یادش بخیر، من یاد بابات انداختی. اون خیلی دوست داشت به همسایه ها کمک کنه. شما مگه بابای منو میشناختی؟ میشناختم؟ چه حرفا میزنی؟ همه همسایه ها میشناختنش. امیدوارم لااقل شما یکی رو اذیت نکرده باشه. اذیت؟ برای چه اذیت کنه؟ تفلکی مامانمو که خیلی اذیت کرده، هنوزم که شبا میخوابه کابوس میبینه. نه 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 نه، اون اصلا اهل اذیت آزار نبود. اگه پا رو دمش نمیذاشتن کار به کار کسی نداشت. تورم خیلی دوست داشت. این آخریه یادم یه عروسک برات خریده بود، عین بلبل حرف میزد. انقدر واقعی بود که فکر میکردی داداشته. اسمش هم گذاشته بودی امیرحسین. خاله منیر اشتباه نمیکنی؟ بابام
بله. عروسک خریده بود؟ بله. برای من؟ بله. من چیزی یادم نمیاد. آخه من خیلی بچه بودم، بابا ما رو ول کرده رفته. ول کرده؟ کی هم چپری زده؟ مامانم. اگه به اون باشه لابد ناصر آقایی هم وجود نداشته. ناصر دیگه کیه؟ ناصر سلوکی دوست بابات. مامانت هم خوب میشناستش. او رو ازش بپرس. که وقت ندارم، خودم یه جورایی راست و ریستش کنم. چی کار کنیم؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ آبیه که ریخته رو زمین نگم نمیشه جمعش کنیم. تو هم با این حال روزت معلومه اون بچه نابود میشه. هرچی فکر میکنم طفل معصوم بچه هم گناه داره، گناه داره. خدای کمکم کن. ترانه ترانه ترانه، چرا در بستی؟ چه تا الان؟ این قضیه بابا چیه؟ چرا راستشو به هم نمیگی؟ کدوم قضیه؟ من که قبلا بهت گفته بودم اون آدم مشکل روانی داشت، ما نتونستیم با هم دیگه زندگی کنیم، از هم جدا شدیم. کی از هم جدا شدی؟ چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه، برای من فرق میکنه. در باز کن ببینم، در باز کن با هم دیگه صحبت کنیم، اینجوری نمیشه. از اون عروسک سخنگو چی؟ چرا هیچ وقت هیچی برام نگفتی؟ اصلا اون کجاست؟ اون عروسک نهست بود ترانه، ولی من دوستش داشتم. من داداش امیر حسینو دوستش داشتم، من باهاش حرف میزدم. تو مگه یادته؟ نه نه، ولی کسایی هستن که شاهدن. آخه چرا باید دروغ بگم؟ اصلا فرض کن که همه راست میگن، به حال تو چه فرق میکنه؟ برای من فرق میکنه ماما. حداقل میفهمم پدرم یه حیولا نبوده، پدرم عاطفه داشته. من هنوزم میگم بابات یه حیولا بود که فقط به فکر کشتن و انتقام بود ترانه. ولی تو هنوز زنده ای؟ چرا؟ زندم؟ به خاطر اینکه محافظ داشتم، به خاطر اینکه پشتم به یه دیوار محکم بود. محافظ داشتی؟ ناصر؟ چی؟ گفتم محافظ داشتی؟ ناصر سلوکی؟ آره؟ چی داری میگی؟ ناصر کیه؟ من تو رو داشتم؟ من تو پناه تو زنده بودم ترانه. به چه قیمتی ماما؟ آخه به چه قیمتی؟ ای شمایید، بفرمایید. چی میخوای از جون من؟ این چرت و پرتا چیه تو گوشت ترانه خوندی؟ چی شده روانی شدی؟ افسار باریدی؟
ببین ناصر سلوکی به من چه ربطی داره؟ چرا داری ذهن این بچه رو مسموم میکنی؟ من مسموم میکنم یا تو با دروغ ذهنش پر میکنی؟ بچه خودمه، هر جور که بخوام باهاش رفتار میکنم، اینو بدون. همینجاست که آدم به شک میندازه. از وقتی که تو رفتی اونم گمگور شده. این یعنی چی؟ خب به من چه ربطی داره؟ ربطش اینه که شما دو نفر زندگی اون ایرجم نابود کردین. تو در عالم زن شوهری، اونم در عالم رفاقت. خجالت نکشیدی؟ پس فطرت تام روانی، این خود ایرج روانی. تفلکی ایرج دلش به کی خوش کرده؟ مثل آدم حرف زن ببینم چی شده. من اصلا آدم میبینم جلوام؟ برو ببینم بابا. چطور دادم؟ خوبی شده که این زحمت طولانی نیست. ماما حرفو نزن، ایشالا ساید سالهای سال رو سر نباشه. حال روز خودم رو بهتر میدون، یه خودی امید واهی به امند. ماما جانم چه حسی؟ چه حسی؟ این حال روزی که الان دارین، منظورم حس مردن. راستشو بهت میگم خیلی هم حس بدی نیست. آدم میتونه به زندگیش فکر کنه، به چیزایی که از دست داده. به خدا پران، من خیلی دلم خواست خوب زندگی کنم، خیلی سعی کردم. میدونم مامان، تو تمام سعیتو کردی. مطمئنی؟ آره همه سعیتو کردی. ولی من خودم اصلا مطمئن نیستم. نه همینطوره، حداقل یکی اون بالا شاهد هست. آره اسمه که همین شاهد بالایی کار داده دستمون. همکاری بود، حداقل ما میتونستیم به یکی بگیم. آخه نمیتونستیم به کسی بگیم. چرا والا، هنوزم دیر نشده، اصلا هم دیر نشده. با این عذاب گناه من اصلا میتونم سرم راحت تو گور بذارم. برو این حق اونه، حق اون بچه هست، باید بدونه. من اصلا به خاطر خودم نمیگم، ولی هران اگه بدون نابود میشه. اشتباه میکنی، حقشه، این حق اون دختره. چه حقیه که داغونش میکنه؟ اون میمیره.
با من کاری نداری؟ کجا؟ دلم پوسی تو این خونه. داری میریم با سمیر و اینا یه دوری بزنی. حال خب بگیرش. این دیگه چیه؟ این آخرین آدرسیه که از بابات داشتم. شاید به دردت بخوره. فقط یه شرطی داشتم و اون اینه که حق نداری تحت هیچ شرایطی باباتو اینجا بیاری. اصلا نمیخوام بفهمه که من ایرانم. مگه میشه مامان؟ ترانه، اون به خون من تشنه است. آخرین باری که دیدمش داشتم ترکش میکردم، تو رو هم با خودم میبردم. همیشه از مشتاش وحشت داشتم. قانون تو رو به من داده بود، اونم هیچ کاری از دستش بر نمی اومد جز اینکه دیوونه بازی در بیاره و تهدید کنه. آره تهدیدم کرد. اون روز از کوره در رفت، محکم سرمو کوبید به دیوار. هنوز تو کابوس هم صداشو میشنوم. گفت دفعه بعد که ببینمت میکشم. منو میکشه ترانه، از اون هرچی بگی برمیام. شاید اینا که میگی واقعی نیستن ماما. شاید اینا هم جزی از همون کابوسات هم. هر جور میلت عزیزم، من اصراری ندارم که حرفای منو باور کنی. نمیدونم، شاید تقدیر من اینه که به دست اون کشته بشم. وای خدایا، چرا دارم از تقدیرم فرار میکنم؟ بگیر. شدگان رشته بوکس، زندگی پرتلاطم قهرمان بوکس. بله سلام، چی گفتی؟ تو مطمئنی؟ ها؟ خیلی ممنون، خیلی به هم خوش گذشت. خب خدا رو شکر، ما هم خواستیم به شما خوش بگذره. ممنون. نمیایین بریم خونه یه چیزی بخوریم؟ نه ممنون، سلام به مامان برسون. سمیر تو هم نمیای؟ قربونت عزیزم، مرسی. تعارف میکنی؟ نه به خدا. پس فعلا خدافظ. ترانه بازم ممنون. خواهش. خدافظ. خدافظ سمیر جون. خدافظ. Thank you.
بازو بابا بازو بابا بابا بازو برتر بسکتبال امروز برگزار شد. ببخشید خانم زلیل نباشه طوری شده بچه‌ای تو فکر نه چیزی نیست کاری از دستم برمیاد. ممنون آقا، شما لطفا حواستون به جلو باشه که تصادف نکنید. شما بیمید خانم، نگران نباشید. بهتون نمیاد. چی نمیاد؟ مزاحم است. من که جسارتی نکردم، مثل اینکه اشتباهی سوار شدم. لطفا همین کنار نگه دارید. اتفاقا تنها جایی که درست اومدین همینجاست خانم. بزنید کنار آقا. خانم پازوکی نگران نباشید، غریبه نیستم. متوجه نمیشم. مگه شما خانم پازوکی نیستید؟ ترانه پازوکی. خوبه، پس شما تومه هاتون رو از قبل شناسایی میکنید. تومه کدوم دخترم؟ من دوست پدرتون هستم. چی؟ چیه؟ بهم نمیاد دوست کسی باشم. عمو ناصر؟ از ناصر رو میشناسی؟ یه چیزایی ازش شنیدم. خوب یا بد؟ نه خوب نه بد. چطور؟ تا اونجایی که من میدونم شما هم رفیق بابام بودین هم رقیبش. این دوتا با هم جور در نمیاد. یه چند سالی با هم بوکس کار میکردیم، ولی من دو قد و قواره اون نبودم. ولی تو مسابقه آخر طوری عقده‌هاتون رو سرش خالی کردین که برای همیشه خونه نشینش کردین. از کجا میدونی مامان اعتراض گفته؟ شما از کجا میدونین که مامانم اینا رو بهم گفته؟ پس کی گفته؟ خدا را شکر چیزی که این روزا زیاده کلاغه. راستی شما این همه سال کجا بودی؟ مامانم میگفت تو سفر سوئد قرار بوده همراه ما باشی، ولی یه دفعه غیبتون زد. اینا رو از همون کلاغه میپرسید. در هر صورت این دفعه اگر با مادر من روبرو بشی با من طرف. این شماره منه، راجع به بابات خبرایی دارم، به من زنگ بزن. ای وای چی شد؟
خوبی؟ پیزیشم گیج رفت ترانه یه مسکن بده دستم ترکید حتما بابا ازم عکس گرفته آره عزیزم تو وسایل مامان بزرگت پیداش کردم دارم دلشوره میگیرم کجای زندگی گیرم تو اینه این منم یا با کابوس درگیرم خدای من تو میدونی کدوم سمتو کجا میرم سلام سلام آقا سیاوش بعد موقعی که مزاحمتون نشدم نه اصلا داشتم یه چند تا دسته گل آماده میکردم اینو بگیر بذار اونجاش اون دسته گل رو میتریفه هم بذار پایین خب چی شده شما فکر ما افتادی شرمنده شما که حال روز ما رو بهتر میدونی شوخی کردم چه خبرها؟ والا یه نفر پیدا شده مثل که یه خبرهایی از بابام داره چه خوب نمیدونم میتونم رو کمک شما حساب کنم یا نه چطور؟ مگه شما میشناسیده؟ ولی مثل که گم شدن بابام هم یه جوره زیر سر اونه پس باید آدم خطرناکی باشه منم برای همین به شما زنگ زدم نه نگران نباشید شما میتونید رو من حساب کنید خیالتون راحت ممنون پس فردا میخوام باهاش یه قراری بذارم گفتم که شما میتونید رو من حساب بکنید اصلا نگران نباشید واقعا ازتون ممنونم فقط هیچ کس نباید از این موضوع با خبر بشه به خصوص مامانم از اون جهتم خیالتون راحت راحت دهن ما قرصه حالا باید چیکار بکنید حالا اگه اجازه بدین باهاتون هماهنگ میکنم خداحافظ رفقای دیروز رفقای امروز بازم موشتای آهنین سلوکی بازم سلوکی کی تصورشو میکرد این دوتا دوست صمیمی یه روزی اینجوری جلوی هم بایستن اما این پازوکی که شما امشب میبینید این پازوکی قهرمان نیست واقعا چه بلایی سر قهرمان وای وحشتناکه به نظر شما برنده امشب ما کیه حالا شما میتونی حرف بزنید و جایزه بگیرید بفرمایید سلام سلام من میخواستم شما رو ببینم عالیه دیگه داشتم ناامید میشدم یه جای خوب سراغ دارم که بیاید اونجا نه اگه اجازه بدین مهر رو من تعیین میکنم باشه هرچی شما بگید تو مرام ما خانوما مقدمن
ممنون، خدافظ. سلام. دیر که نکردم. سلام نزیاد. من منتظرم. تو خوبی؟ گفتین از پدرم خبرایی داری. چی میل داری؟ حقیقت. شما چقدر عجولید. جناب. بله. لطفا. بله بفهم. جناب دو تا آب میوه با دو تیکه کیک. دو تا آب میوه دو تا کیک. چیزی میل نداری؟ نه مرسی. یه خبر دست اول. خبر؟ من خیلی وقت ندارم. اون الان روبروی تو نشسته. کی؟ بابا ایرجت. واقعا که خواهش میکنم بشین. شما حالتون خوبه؟ تو چی فکر میکنی؟ من که میگم خیلی بده. اون از حرفای دیروزتون، اینم از امروز. به نظر شما این عادیه؟ اون یه پلیتیک بود تا یه چیزایی دستگیرم بشه. دستگیرت شد؟ حالا موشش کن. این ناصر سلوکی کیه؟ چرا مثل بختک رو سر ما آوار شده؟ کجاست؟ چرا همش حرف اونه؟ اسمشون نیار. اصلا چرا باید گم شده باشه؟ مثل اون عوضی رو پیش من نیار. من معذرت میخوام. از کجا معلوم رفتار الانت پلیتیک نباشه؟ تو باید بری. من گند زدم. بخواه حالا چیکار کنم؟ یه نشونه بده که قلبم رو راضی کنه. چه نشونه ای؟ وقتی که بعد از همه چی انکار بشه نشونه به چه دردت میکنه؟ همش سوءزن پشت سوءزن. تو همه جملات مادر تو حفظی. تو جمله بهتری سراغ داری؟ من پدر تو هستم. این کافی نیست؟ نه باشه، مهم نیست. فقط میخواستم مطمئن بشم مادر تو رو خوب تربیت کرده. حالا مطمئن شدی؟ هر وقت دخترم رو پیدا کردم بهش میگم. که وقتاتی گرفتم عوض میخوام. مامان میگفت خیلی میزدیش، برای همینم ترکت کرد. درسته؟ بعضی وقتا میزدمش ولی نه همیشه. فقط بعضی وقتا؟ ببینم تو داری با کرب میزنی. معلومه با پدرم، قهرمان سابق بوکس ایرج بزرگی. مطمئنی؟ امیدوارم. با
وانمود نمی کنم که همسر خوبی بودم، ولی دوستش داشتم. تا اینکه اون سر و کله اون نالوتی پیدا شد. ولی اون خیلی وقته که گم و گور شده. خدا لعنتش کنه، زندگی منو نابود کرد. من این وسط چی کار کنم؟ مامان یه چیزی میگه، تو یه چیزی. ببینم، این کینه شاتاری رفتی به اون مسابقه نداره؟ همونی که تو رو خونه نشین کرد، همونی که اونو برنده کرد، تو رو بازنده. مامانی که ازازم مذارت مکنم. متاسفم، حالا میفهمم که مادرم از دست تو چی میکشیده. آره حق داری، من خیلی عوضیم. من عوضیم از من عوضیت مادر توه. بهت گفتی چه سر سری بخشی با من. نه اینا دروغه، اینا رو نه. هر چی که یه روانی کمکشون کنی. ترانه ترانه چرا دق افله؟ باز چی شده؟ سلام. سلام. کیف ترانه هست؟ این بچه چشه؟ چرا اینجوری میکنن؟ نمیدونم، برید از خودش بپرسید. خداحافظ. یعنی چی؟ مگه شما با هم نبودین؟ چرا؟ با هم دیگه بودیم. پس چی میگی الان؟ وقتی چیزی رو نمیدونم باید چی بگم؟ دروغ میگی، حتما چیزی شده. ببخشید پوران خانم، من کار دارم، خیلی هم عجله دارم. خداحافظ. وایسا، کارت دارم. خاطر های
گم شده، هنوزم یه رد پایی پیداست، یه نفر سایه به سایه با منه، یه نفر که عطر شمری اینجاست، بگوییم خاطرهای بی نشون داره از من چیو پنهون میکنه، این معما به کدوم حقیقتی داره زندگی ما مهمون میکنه. دلت اومد این همه سال اینا رو از من مخفی کنی؟ چطوری دلت اومد؟ میکنم هشتم بیاره نو همه لعنت به این زندگی، گرفتار شدم به خدا قسم. سلام به نوکرت محمد جون، فدات شم، خسته نباشی عزیزم، قربونت برم. پول آماده است، اگه اجازه بدید من تا غروب بهت برسونم حتما. الان نمیشه احمد آقا، مسافر دارم. تو چرا حالیت نیست؟ من مسافر دارم، نمیتونم. ببخشید خانم، طلبکارمه، اگر اجازه بدی یه تو که با سر راه من پولو بهش بدم و برگردم. آقا من کار دارم. زیاد طول نمیکشی خانم، من بچهش مریضه، یه تو که با پولو بهش بدم برگردم. بفرمایید.
کوچیک پوران خانم. وای وای، کمک کمک. دلت بخواد داد بزن، میخوای منم کمکت کنم؟ ولی اینجا کسی نیست کمکت کنه پوران خانم. تبریک میگم به آرزوت رسیدی. چه کنی، دنیا خیلی کوچیکه. وقتی داشتی میرفتی اون برای آب بهت گفتم دنیا داره مکافاته. آره دارم میبینم، عاقبت به خیر شدی قهرمان. خودت بگو چجور مرده ای رو دوست داری؟ آی حوصله چرت و پرتاتو دیگه ندارم. مگه نمیخواستی منو بکشی؟ خب بکش، راحتم کن. خیلی وقت منتظر چنین روزی بودم تا زبونتو از حلقومت بکشم بیرون. ولی صدقه سری دخترم میبخشمت، به شرط اینکه اونو به این برگردونی. از صدقه سر کسی ببخش که مال تو باشه آقای بخشنده. مثل اینکه نشیدی چی گفتم. گفتم جونتو نه زبونتو. اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی از بیخ میبرمش. آره ببرش، چون حقیقتو میگه. بعدشی با حقیقت میخوای چیکار کنی؟ زبون اونم میباری؟ به زبون آدمیزاد حرف بزن ببینم چی میگی؟ ترانه دختره تو نیست ایرج، دختره تو نیست، دختره تو نیست. چند میگی؟ اگر بس باشه چی؟ دست سرش برمیداری؟ دروغه من دروغ بگم؟ از ماش کاشی؟ از ماش هم دروغ میگه؟ داری من امتحان میکنی؟ قهرمان شجاعتت کو؟ اگه تیکه کاغذ میترسی؟ آره بالا دعا کن دروغ گفته باشی. باشه این دفعه قامت نمیشم، آزمایشگاهو من تعیین میکنم. تو تعیین کن. منتظرم بمون. روانی نگفتی واسه چی من آوردی اینجاها؟ من از اینجا خیلی خاطره دارم. خاطره؟ با مامان بزرگ چند بار اومدیم اینجا. آخه یادش بخیر، مامان بزرگ خون اهدا میکرد. من گریه. گریه واسه چی؟ آره از خون دادن خیلی میترسیدم اون موقع. مامان بزرگت خیلی مهربون و باهوش بود. یه بار دست منو گرفت گفت پورم بیا. بعد چند تا از این بیمارای هموفیلی که به خون خیلی احتیاج دارن نشون داد، گفت نگاه کن. اهداء خون اهداء زندگی. این جملهش تو ذهن من اصلا خیلی تأثیر عجیبی گذاشت. بعد از اون چند بار اومدم اینجا واسه اهداء خون. دقیقاً همینجا. ماما چرا؟ منم میتونم خونه اهدا کنم؟ آره چرا که نه. خانم نوبت شماست بفرمایید. اول خدا رو شکر به خیر گذشت.
بهترین روز واسه من همین امروز که با می دوست دارم باشی کنارم تا برات بشم یه حامی. چقدر انتظار کشیدم واسه این لحظه که باشی، دوست دارم تو هم مثل من منو دوستم داشته باشی. یاد اون روزهای دور دست که من و تو بچه بودیم، فکر نمی کردم که امروز تو همون ترانه بودی. سر داشته باش، همه چی درست میشه. نمیتونم، دلم این سیر و سرکه داره میجوشه. میام چطوری شغلمون عوض کنم بریم یک کارخونه سیر و سرکه سازی بزنیم. ما تقصیری نداری، پدر نشدی که بفهمی من چی میگم. هوا تو ایرج، درسته که پدر نشدم، ولی سعی کردم همیشه با حس پدر بودن زندگی کنم. مذارت من را بخشید. وقتی این جواب آزمایی چی شد؟ نگران نباش، سپردم به مزنی که حاضر شد بردارم بیارم. نمیتونم، آرام و قرار ندارم. آزمایش دی ان ای ایرج، شوخی نیست. سلام. سلام. جواب آزمایش خانم پادو کی آزم؟ متشکرم. شما میتونم. شد بعدم جان؟ متاسفم ایرج. هوا فوران خانومه، ترانه دختر تو نیست. هم که داری حرف اونو میزنی؟ نه، صد جای دیگه هم بری همین حرفو میشنوی. بهتره با این موضوع کنار بیای. من چی میگم؟ ببین ایرج، ایرج که دنیا به آخر نرسیده. بالاخره تو هم یه سر و سامونی به کارات میدی میای دیگه. گفتنش خیلی راحت. سیاوش تو خیلی سخت میگیری. باور کن چش رو هم بذاری این دو سه سالم میگذره. حالا اومدیم و همینی شد که شما میگی. از کجا معلوم تو پای من بمونی؟ اونو دیگه تضمین نمی کنم. شوخی کردم. ببینم اصلا رود میشه تو این سوال از من بپرسی؟ نه واقعا رود میشه؟ تو این دور زمونه چه چیزایی که دیدم و چه چیزایی که شنیدم. اوه یه جوری حرف میزنه انگار 50 سالشه. از کجا معلوم تو پای من بمونی؟
نمیدونم، منم اینو تضمین نمی کنم. دیدی جا زدی؟ ولی دل من میگه که میمونی، خوبم میمونی. واقعا؟ واقعا واقعا. ببینم ترانه، اشکالی نداره منم تا فرودگاه باهاتون بیام؟ نه چه اشکالی داره، خیلی هم خوشحال میشی. آخه یه معذرت خواهی به مادرت بدهکارم، به خاطر اونم که شده حتما باید بیام. حتما بیا، فقط یه لباس ضد ضربه بپوش چون خیلی از دستت شاکیه. نوار کردی پوران خانم؟ خبریه؟ اینجا چی کار میکنی؟ چی از جون من میخوای دیگه؟ من چی میخوام از جونت؟ بچه من کجاست؟ دختر منو چیکار کردی؟ حرف بزن، حرف بزن دختر منو چیکار کردی؟ ایرج ایرش تو رو خدا بدم. ایرش یلا حرف بزن، دختر من کجاست؟ چی میخوای از جون من آقا؟ بچه من کجاست؟ باشه میگم، یلا بگو. میگه من نظرم تو رو خدا نظرم همه چون بگویم، همه چون. چرا بعد من که مامانی کن کشتم؟ چیه بهش نظرم؟ بخون نکن. بابا یا زهرمار، ترانه بابات مرده، اینو بفهم. بابا نمیخوام بهت بدم. بابا خجالت بکش، این چه در ظرف زدن با بچه هست؟ خب گوش کن مامان، خودش کم نکمتی بود، حالا شسلو به عروسکش. وا چه ربطی داره، به جای اینکه وقتی تو اینجور بگذرونی ناصر خان پایینه. برو ببین چی کار رو داره. برم قربونت برم، برم عزیزم. مادر بزرگ قربونت برم. از تو واسه چی داری گریه میکنی عزیزم؟ خب مامان یه چیزی گفت تموم شد، قربونت برم. الان میشینی پلو مامان بزرگ، تو نمیدونی وقتی تو گریه میکنی من چقدر ناراحت میشم، میدونی؟ خب آخ تو ببین، یه دختر گلی مثل تو نباید گریه کنه عزیزم. آخه بمیرم، من میگم یه کاری بکن عزیزم، یه خورده تو دراز بکش، من برات یه قصه خوب بگم، تو خواب بری خوابای خوب ببینی، چطوره؟ خوبه. خیلی خوب، دراز بکش عزیزم، گرگونه شکلش بدم. آفرین دخترم، آفرین. خب یکی بود یکی نبود. ببخشید منتظرتون گذاشتم. سلام. خوابی نداره. آه چرا زحمت کشیدین شما؟ خیلی ممنون، خواهش میکنم. متاسفم، دوست نداشتم تو همچین اوضاعی مزاحمت بشم. خیلی ممنون، مصیبت کمی نبود. ولی کاش یکم بیشتر تحمل میکردی، ایرج خان توی موقعیت به کمک شما بیشتر احتیاج داره. سه سال تحملش کردم ناصر خان، دیگه توان نداشتم. منم آدمم، آهن که نیستم. شما تصمیمتون قطعیه؟ فکر همه چی رو کردی؟
غربت، تنهایی. هر چی باشه از این جهنمی که ایرج واسه ما ساخته خیلی بهتره. یه آدمی که من میشناسم به این راحتی دست بردار نیست. ناصر خان، من و بچه‌م اینجا اصلا امنیت نداریم. ویزاتون آماده است. دو سه تا این بچه ها هستن، سپردم که هواتون داشته باشه. بازم به معرفت شما. ایرج که کم به شما بدی نکرد. اون همه تهمت و افترا و اون چرندیات واقعا جز خجالت واسه من چیزی نذاشت. اشکالی نداره آبچی، من و ایرج یه اون با هم رفیقیم، حق زیادی هم به گردن من داره، شما بهتر میدونین. خیلی اصرار میکرد که با من مسابقه بده و قهرمان موندن آرزوش. وقتی اومد خواسته بریم زنشو تازه از دست داده بود، قبول نکرده، خیلی ناراحت شد. تقریبا هر روز تو کوچه و خیابون سرام سبز میشد. یه روز اتفاقی عکسشو بزرگ توی یکی از این مجله های ورزشی دیدم، نوشته بود ایرج پازوکی قهرمان بوکس. به خودم گفتم خود دختر دیگه چی میخواد؟ یه قهرمان اومده خواستگاریت. حالا زن داشته که داشته، مهم نیست، تموم شده. این شد که دوباره با خاله منیر چومت خواستگاری. این دفعه دیگه نه نگفتم، قبول کردم. زندگی خوبی داشتیم، خیلی خوشبخت بودیم. خدا ترانه رو بهمون داده بود. اما اون مسابقه لعنتی و شکست ایرج به شما بدبختمون کرد. خوشبختیمو ازم گرفت. میدونین ناصر خان دیگه ایرج حالت عادی نداشت. همش دعوا، همش کتککاری، همش جنگ. باور کنین اون روز که داشتم میبردنش آسایشگاه روانی خیلی دلم براش خیلی، ولی من مقصر نبودم، هیچ چاره نداشتم جز این که قبول کنم. طبیعیه، هر چی باشه پدر بچه تونه. آره پدر بچه‌مه، ولی اون بچه دیگه مال منه. دادگاه بعد از طلاق حضانت بچه رو به من داد. با این روز احوال منم زیاد مایل نیستم توی شهر بمونم. شاید رفتم یه جای دور، یه جایی که خودم باشم و خدای خودم. کی خوابه کی بیدار، کی بیداره کی خواب. خیلی زحمت کشیدید. امیدوارم که بیشتر از اون فکر کنید. در صورت ناصر خان از همدردیتون ممنون. مزاحمت نمیشم. خوش اومدین، به سلامت. Thank you.
چه تکون نمیخوری؟ خوابیده اذیتش نکن. خودم خوابوندمش. نفسش نمیزنی؟ هیچش نیست. هیچش نیست. پوران اذیتش نکن. پوران برمستم. برمستم. مامان که از دیوونگی های تو وحشت داشت، اون شب جنازه ترانه رو تو زیر زمین خونه دفن کرد. مواده یه وقت گوش تو برسه، میترسید به فهمی و هر دوتا اونو به خاطر یه گناه ناکرده بکشی. اون شب وحشت تو بند استخوناش نفوذ کرده بود، عقلش رو از کار انداخته بود. منم که اصلا حالی نبود چه خاکی به سرم شده. درست یا غلط، تنها راهی بود که به زن و پیر زن رسیده. تنها راه. چند روز بعد مامان با نوه یکی از خدمتکاره خانوادگیشون اومد خونه با یه بچه. ظاهرن اون طفلکی هم پدر مادرش رو توی حادثه دریایی از دست داده بود. مادر بزرگ علیل و تنگ دستش هم نمیتونست تر خشکش کنه. من تا مدت ها فکر میکردم اون ترانه خودمه. ای وای، باورم نمیشد اون حادثه واقعیت داشته باشه. همیشه فکر میکردم یک کابوس بوده. حالا هم ترانه من، ترانه تو زیر زمین خوابیده. آخه اگه نمیخوابید، اگه اون روز خودشو به خواب نمیزد، ای با کنه. امروز خیلی بهت زحمت دادم ولی واقعا بهم خوش گذشت. خب خوشحالم که بهت خوش گذشت. من خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره این منطق تو رو راه انداختم. منطق من از همون اولش هم راه افتاده. من فقط از این خوشحالم که بالاخره با جناب عالی برای آینده به یه توافقی رسیدم. واقعا این همون اعتماد به نفس است. سیاوش تو تا یه دور بزنی من برم لباسمو عوض کنم. نه من جایی کار خاصی ندارم، منتظرت میمونم تا لباسو عوض کنی و برگرد. پس زود برمیگردم. الان میگم. خوشحالم
به دختر من نیار. مامان این چی میگه؟ ترانه دختر منه، تو جونشو گرفتی، تو اسمشو. آخه یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ ترانه شما دوتا باید قصاص پس بدین. نامرد تو رو خدا بس کن دیگه، خسته شدی. خفه میشی یا نه؟ یا مادر قلابی تو افرسم اون دنیا. آقا چرا این کار رو بس کنی رج؟ به خدا داری اشتباه میکنی. آروم باش، تو رو خدا آروم باش. من آروم ترم میشم، به شرط اینکه بگی اون ناصر نامرد کجاست؟
خدایا خدا داد بزن، هر چی که دوست داری داد بزن. آره اگه ما چی کارت کردیم؟ خواهش میکنم. آره؟ چرا معطل ایرج؟ با خوش راحتم کن، بذار تموم شه. سب داشته باش، اونجاش هم میرسه. آره خوش میکنم ماما، اون حالش خوب نیست، اینقدر به سرش نذار. راست میگه، حالم خوب نیست. الان بابا ناصرت میاد جمع اون جمع میشه. آره بابا جون به خدا اشتباه میکنی، بابا باور کن اشتباه میکنی. عجیبه چرا جواب نمیده؟ الان 2 ساعته که من اینجا، گفت زود بر میگرده. از کن دیگه، کجا مون؟ منتظرشم. اون ناصر کسافت کجا مون؟ ایرج به خدا داری اشتباه میکن، به خدا ایرج. چی بگم؟ چه مون ناصر؟ ناصر کجا؟ یه آخره مامان 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 نداشته باش تو رو خدا. روانی جاموند منتظرش جاموند ناصر کسافت. خودت بگو، خودت بگو چی کار کنم که عدالت برقرار بشه. چشم در مقابل چشم. من چه بدی در حق تو کرده بودم؟ که این معامله رو با من کردی؟ چطور دلت باید اون کار رو با اون طفل معصوم بکنی؟ به تو میگن مادر؟ اینجوری میخواستی انسان ازش به عهده بگیری؟ اینجوری نبودی رج. چون ناصر بی همه کیست؟ نامه عدم صلاحیت برای من بگیری؟ ای بی همه کس؟ حتی که گری پوران خانم با اون دکترهای نامر چه قولی داده بودی که حکم دیوونی یه منو بدن؟ فکر تا عبد تو اون دیوونه خونه میمونم؟ ایرش نه خدا اشتباه کردی پونام خانم، اشتباه کردی. اون ناصر نامرد کجاست که بیاد نجاتت بده؟ Bye.
وای خدای من نکن. بزن تو کسی ایراج با تو کاری نداره. تو این خونه چی کار داری؟ بزن بابا تو رو کسی هستی؟ اینکه چی میخوای؟ حرف بزن حرف بزن بهش کن بهش کن بهش کن سیاوش تو خوبی؟ سیاوش حالت خوبه؟ سیاوش حالت خوبی؟ آره؟ میتونی نفس بکشی؟ بابا ایرج بابا شو ایرج خدای من نکنه مرده بشه ماما بابا ایرج ایرج نه سرانه خدای آقا چرا اینجوری شو مامان پاسپورت دست شما؟ آره عزیزم تو فیلم من نگران نباش مراقب باشین چیزی جا نذارین آقا سیاوش واقعا شرمنده شما شدید سفرشارو جبران کنید خواهش میکنم کاری نکرد نه مامی راست میگه واقعا خیلی بهت زحمت دادی اصلا هم دوست نداشتیم درگیر این ماجراها بشی مهم نیست هر اتفاقی افتاد همه رو پای قسمت میذاریم انشالله سفرهای بعدی حتما بهتون خوش میاد شامپو رو آرام باش تزریق کردم شما فقط مواظبش باش شما مطمئن باشید من نمیذارم از جاش تکون بخوره باشه شاید همون باشی
اون که گمش کردم، اون که دنبالش یه عمر میگردم. شاید همون باشی که اینو میدونه، عطر تو رو داره سر تا سر خونه، عطر تو رو داره سر تا سر خونه. کدوم ستاره بود که بودن تو نفس نداشت، کی بغض این فاصله رو تو سر نوشتمون گذاشت. کدوم ستاره بود که بودن تو نفس نداشت، کی بغض این فاصله رو تو سر نوشتمون گذاشت. پشت پلکامی احساس من میگه اونی که میخوامی. میتونی لبخندم تو قاب فرداشی، من شک ندارم تو شاید همون باشی. کدوم ستاره بودی که بودن تو نفس ندار، کی بغض این فاصله رو تو سرنوشتمون گذاشت. کدوم ستاره بوده که بودن تو نفس نداشت، کی بغض این فاصله رو تو سرنوشتمون گذاشت.